سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در روز دوم جلسه مشورتی صلح در کابل روی ایجاد 50 کمیته کاری و انتخاب اعضای هیئت اداری لوی جرگه بحث صورت گرفت. رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید که هیچ تغییری در نوعیت حضور عساکر آمریکایی و ائتلاف در افغانستان وارد نیامده. We've made no decision about any shift in U.S. or coalition forces in Afghanistan at this time. و افغانستان در گزارش کمیسیون مستقل نظارتی ایالات متحده در امور آزادی مذاهب در جهان در جمع کشورهای ناقض آزادی مذاهب قرار گرفته است. بینندگان محترم تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام. امروز شنبه 30 ماه اپریل سال 2019 می باشد. لینا رضوی هستم و برنامه را با این خبر آغاز می کنم. جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی با شبکه الحره در مورد پروسه مصالحه با طالبان و چگونگی حضور نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان گفت که دیدگاهش برای بار اول در مورد افغانستان مثبت است، ولی شرایطی که ایالات متحده در قبال پروسه مصالحه دارد عدم مبدل شدن افغانستان به مرکز فعالیت‌های دهشت افغانی میباشد. About any shift in U.S. or coalition forces in Afghanistan. ما هیچ گونه تصمیمی را در مورد تغییر در نیروهای نظامی ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف در افغانستان در حال حاضر نگرفته ایم. در آینده این گونه تصمیم ها مستقیما مرتبط به پروسه مذاکره می شود که شامل حکومت افغانستان، مردم افغانستان و ممکن طالبان باشد. با در نظر داشت اساس بنیادی پروسه مصالحه که آینده افغانستان است، باید ضمانت های وجود داشته باشد که ایالات متحده و متحدین ما با تهدیدها از آن منطقه مواجه نمی گردند. بنابراین حکومت آینده در افغانستان باید این مفکوره را قبول کند که آن کشور به مرکز عملیات های دهشت افغانی علیه ایالات متحده و متحدین ما مبدل نمی شود. و با این نظریه من در مورد راه پیشرو برای اولین بار در طول چند سال گذشته نظر مثبت دارم. روز دوم جلسه مشورتی صلح در کابل در بحث‌ها میان کمیته‌های کاری سپری شد. همکارم جلال میرزاد را از کابل از مقابل محل برگزاری جرگه شما را در جریان چگونگی ختم روز دوم قرار می‌دهد. بحث‌هایی با حضور حامیان و مخالفین این جرگه داریم که یکی از اونا خانم وردک است و از سوی دیگر همکارم عزیز نظر برگزارش تازه در قبال ناقضین آزادی اودیان خواهد افکند که افغانستان نیز در جمله ناقضین ذکر شده. امیدواریم در طول برنامه با ما باشید. امروز شرکت کنندگان در 50 کمیته کاری در لوی جرگه مشورتی صلح روی تعیین اعضای هیئت اداری لوی جرگه مشورتی به بحث پرداختند. شرح بیشتر تحولات در روز دوم این نشست را از همکارم جلال میرزاد میشنویم که همکنون از مقابل عمارت برگزاری جرگه با ماستند. آقای میرزاد، چه چیزهای مورد بحث قرار گرفت و چه نکات برجسته وجود داشت در روز دوم جرگه؟ قرار بود امروز کمیته هایی که 50 کمیته یا 51 کمیته که تعیین شده بود درباره چگونگی گفتگوهای سال دیدگاه ها را گردآوری بکنند و نظریات شان بدهند. این کار امروز نشد و علت شامی بود که اعضای جرگه مشورتی نتوانستند معاونان و منشی ها یعنی هیئت اداری خود را تعیین بکنند. مخالفت ها برای این زیاد شده بود. در نخست 4 نفر پیشنهاد شده بود، بعد 5 نفر و بعداً به دلیل مخالفت ها این رفت طرف انتخابات و تا همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم معاونین یا منشی ها تعیین نشده، انتخابات ادامه داره و یعنی آرا شمارش میشه که بیشتر از 10 نفر این معاونین و منشی ها خود نامزد کردن و دیده شده که کیها برنده کمیته ها میشن. مسئولان برگزاری جرگه مشورتی سال میگن که قرار است فردا این اعضا یا کمیته ها درباره چگونگی سال صحبت بکنند و خود حداقل سوالایی که مطرح شده اون را پاسخ بدن. ما جزئیات که در جرگه چی گذشته امروز در یک گزارش گنجانیدیم که با هم میبینیم. جرگه مشورتی صلح همان گونه که از نامش پیداست برای گرفتن تصمیم همگانی درباره صلح برگزار شده، اما هنوز
اعضای این جرگه با هم اختلاف دارند. من هیچ مطمئن نیستم. ما لازم است که اول بین خود صلح کنیم. ما اول لازم است که بین خود صلح کنیم، بعد از با طالبان صلح کنیم. سیاسیون ما با حکومت باید صلح کنه و بعد ما اعضای جرگه باید بین خود صلح کنه. اینا خیلی اختلافات شدید دارن و در حتی این هیئت اداری نام مشکل دارن. قرار بود اعضای این جرگه امروز بحث‌های بنیادی را درباره صلح آغاز کنند، اما اوضاع اینجا گونه دیگری است. اختلاف مشخصاً از چهار قوم افغانستان چهار نفر بر معاونیت پیشنهاد شد، همه تایید کردند، اما بعدش یک کس دیگر از برادرای پشتون را او را بر جمع چهار نفر اضافه کردند که پنج معاون شد. اختلاف سر همین مورد چه شد پیش آمد. با این همه شماره از اعضای این جرگه خوشبین به نظر می رسند و می گویند که مشوره های اعضای جرگه در پایان خطوط گفتگوهای صلح را با طالبان مشخص خواهد ساخت. طرح ما را دلسوزانه به خاطر صلح افغانستان پیشنهاد میکنیم. اگر طالبان میپذیرند خوب، اگر نمیپذیرند شاید یکی از طرحهای ما پیشنهادی ما همی باشه که اگر بعد از مشوره شورای عالی مشورتی صلح طالبها باز هم با دولت افغانستان روی میز مذاکره نشینند، تاکید ما خود این بود که در برابر اونا از قوه قهریه باید کار گرفته شود. سوالات ممکن در رابطه به این باشه که فرضاً مذاکرات با طالبان صورت میگیره در رابطه به حقوق زنان و یا اینکه در رابطه با موضوع حکومت که آیا حکومت موقت تشکیل شود و یا این نظام پابرجا باشد و اکثر مسائلی که ممکن در او سوالات گنجانده شده باشد، تبادل نظر صورت خواهد گرفت در کمیته های مختلف. قرار است فردا کمیته های جرگه مشورتی صلح درباره چگونگی صلح با طالبان دیدگاه هایشان را شریک بسازند. سبا ټول ورځ په کمیټو کې داخل کې په سولې په مورد بحث کیږي. کله چې دوی بحث وکړي راټول کړي بیا به انشاءالله رسنۍ سره شریکیږي. مشوره و خطوط سرخ گفتگوهای صلح با طالبان تا چند روز دیگر از همین تالار مشخص خواهد شد، اما به تازگی طالبان ای جرگه را نمایشی گفتند. دیده شود که نتیجه نشست چه تأثیر بر گفتگوهای صلح خواهد داشت. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کابل. از سوی دیگر شماری از جوانان که در جرگه مشورتی صلح شرکت کردند میگویند که حفظ حقوق و آزادی های مدنی نسل افغانستان باید بخشی از خط سرخ در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشد و خبرنگاران نیز بر دوام آزادی و حمایت از آن تاکید ورزیدند. دومین روز جرگه مشورتی صلح همزمان است با دهم ثور، نخستین سال روز کشته شدن نو خبرنگار در کابل و ترور خبرنگار دیگری در ولایت خوست افغانستان. در این مراسم قطعنامه ای که به جرگه مشورتی صلح فرستاده شد در برگیرنده این محتوا بود که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باید بخشای غیر قابل معامله در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشند. در مذاکرات صلحی که صورت میگیره این را به عنوان خط سرخ بیان کنند و هیچگاه نگذارند که آزادی بیان، آزادی رسانه و حتی آزادی خبرنگارا قربانی گفتگوهای صلح شود. در جرگه مشورتی صلح اعضای اکثر کمیته ها مشخص و رایزنی ها آغاز شدند. در جرگه مشورتی صلح قرار است که حدود و صلاحیت گفتگوهای صلح با گروه طالبان مشخص شود، اما اینجا خیلی ها میگویند که حفظ دستاوردهای 18 سال اخیر و حفظ حقوق و آزادی های مدنی از موضوعات هستند که در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باید به با عنوان خط سرخ در نظر گرفته شوند. مثلا خط سرخ نعمت تضمین بازتاب دیدگاه هایش توسط هنر است. او میگوید صلحی که نتواند این حق را تضمین کند پایدار بودنش شاید ممکن نباشد. آزادی هنرمند است که هر دیدگاهی داشته باشد بتونه خلاقیت خود پیاده کنند و هیچ استثماری نتواند جلوی ایده های شما را گرفته بتانه و این مهمترین چیز است برای من. اما برای زنان خط سرخ تضمین حق کار، حق تحصیل و سایر حقوق و آزادی هایی هستند که میگویند در 18 سال اخیر به دست آمدند. آنان میگویند پیامدهای جرگه مشورتی صلح زمان مثبت خواهند بود که حقوق و آزادی هایی را که با قربانی به دست آمدند تضمین کند.
ما هم این مهم است که وقتی با طالبان گفتمان میشه صحبت میشه در مورد صلح اینا برشون واضح بسازیم، یعنی وقتی که زنان فعالیت میکنن در جامعه فعال هستن اینا مخصوص فعالیت داشته باشن. حقوق بشر، آزادی های فردی جامعه و تمام آزادی هایی که در یک جامعه دموکراتیک وجود داره این به عنوان یک خط سرخ است و هرگز از این نمیگذرم. جرگه مشورتی سال پنجمین و بزرگترین جرگه است که در 18 سال اخیر برگزار می شود. قرار است که بر روز پنجشنبه تصامیم این جرگه در پیوند به سال با حکومت افغانستان شریک شوند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. شرکت کنندگان در جرگه مشورتی صلح به دو دسته که یکی موافق با جرگه و یکی مخالف با جرگه است تقسیم شده است. در برنامه این ساعت دو عضو جرگه را از این دو موضع با خود داریم تا موضع خود را برای شما تشریح بدن. خانم حمیده وردک عضو این جرگه و موافق با جرگه و آقای شهاب حاکمی یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و مخالف با جرگه هستند. خانم وردک و آقای حکیمی سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. آقای حکیمی از شما آغاز میکنیم. 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری جرگه را تحریم کردند. چرا شما با وجود مخالفت در این جرگه شرکت میکنید؟ به خاطر اینکه اهدافی که برای جرگه باید تعیین میشد کاملا تا هنوز مشخص نیست و به خاطر اهداف موهوم اینا صدها میلیون افغانی مردم مظلوم افغانستان آوردن تا با جمهوری یک تعداد مردم از سر افغانستان در کابل چیزایی را که مردم یقین دارن که انتظارشان ندارن اونا را به یک شکل و تشریف برسارن. از این خاطر است که تمام اعضای کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان، سیاسیون و احزاب ما از اول میخواستیم که را مشخص بسازن که اهدافش معلوم شد. بله آقای حکیمی، شما چرا پس شرکت کردین، تحریم نکردین؟ هدفتان از حضور در جرگه چیست؟ ما قطعا شرکت نکردیم. فعلا دخانی خود هستم و ما از کسایی هستیم که از روز اول یک ماه قبل گفتیم که اصلا ضرور نیست ما زیاد کوشش کنیم که مذاکرات بین الافغانی را به اصطلاح براه بردیم تا جنگ در افغانستان ختم شود. خب خانم ودک، گزارش داشتیم در قبال روز دوم جرگه که باز هم با بحث ها همراه بود و به نظر میرسه که به جای نرسیده بحث ها. فکر میکنید تا دو روز دیگه جرگه بتونه یک نهایی شود و یک تصمیم برسم؟ سلام بر شما، سلام بر بنده های شما. یک چیز روازی بسازم با آقای حکیمی که اول باید متوجه اعداد باشند، صدها میلیون نیستن و باید به خاطر جزئیات از آمار مصرف شده و امیدوار هستم بعدا بر شما ارائه بکنم که اونقدر صدها میلیون افغانی نیست که صدها میلیون هایی که ما روزانه شهید داریم. به هر صورتش امروز به دو دلیل ما با توافق نرسیدیم. دلیل اولی که بود کرسی های مشخصی که بر کوچیا در نظر گرفته بودیم، او کرسی ها به اساس سهم بندی که بودن نفوذشان بیشتر بودن و کاندیداها بیشتر شد نتونست امو سهمیه را به دست بیارن. به این دلیل ما نتونستیم بریم به انتخابات کلی. ولی اینک شما گزارشگر شما عملا لایف گزارش دادن که کمیته ها انتخابات گذشته و آمار آرا شمارش میشه و از طریق تلویزیون ملی لایف نشر میشه که انتخابات به خوبی سپری شده، کاندیدا هر کدامشان برنامه ها چگونگی برنامه خود را نشر کردند و همه و همه رفتن پای صندوق های رای. از دو بجه به این طرف همه اعضای جرگه رفتن و انتخابات به اعضای مدیریتی رای دادن. بفرمایید خانم حکیمی، مبلغی را که برای از این جرگه مصرف شده چقدر است؟ حدود مبلغی که در جرگه به مصرف رسیده شاید از 10 میلیون افغانی و یا هم کم و بیشتر نباشد. او به دو دلیل هست. 10 میلیون افغانی که شاید آمار دقیق شدفتا نمیتونم تایید بکنم چون امکان داره روز جمعه هم جرگه به روز جمعه هم جریان داشته باشه موضوعات، ولی به دلیل هزی که تعداد اشتراک کننده ها بیش از 3000 بالاتر هستند و مدیریت از اینا مکان جای بود باشه از اینا رفت آمد از اینا بزرگترین مصرفش همین مشکل مدیریتی لوجستیک بود، ولی به او اندازه که میلیون ها افغانی در نظر گفته میشه او چیزی نیست و همه و همه تلاش جوانایی هستند که در کل بیش از یک ماست که روی جرگه مشورتی. بله تشکر خانم ودک، ممنون از شما. آقای حکیمی،
شما گفتین که شما مانند دیگه نامزدها در این جرگه شرکت نکردین. آیا 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بین خود ملاقات داشتن و شما تصمیم نهایی گرفتین؟ چرا که بنا به شما رقیب یکدیگه هم در انتخابات هستین. بله، اول قسمت اعداد ارقام بی بی گفت 357 میلیون افغانی بودجه تخصیص داده شده که تقریبا 5 میلیون دلار میشه. در عین زمان پولای انگفت دیگه که زیر پرده مصرف میشه هنوز معلوم نیست. اما در قسمت از اینکه 12 یا تا 14 کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری در مسائل ملی همه ما متفق هستیم. حتی احزاب سیاسی تقریبا در حدود 50 بالاتر از 50 حزب سیاسی در مسائل ملی که ما میفهمیم که این به نفع مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان در این مرحله ضرورت داره که مذاکرات بین الافغانی به زودترین فرصت بدون از اینکه زیر کنترل کسی باشه بین خود افغان خب شما گفتین به مسئله ملی بین هم متفق هستین. آیا شما تصمیم دارین که به نفع یک نامزد دیگه انتخابات رقابت شد ترک کنین و به ائتلاف از او بپیوندین؟ آیا با موضوعات از این نوع در بین کاندیدا همه کاندیدا مردم های بسیار محترم و پرکار و شما همیشان را شاید بشناسین، من را هم میشناسین، کسی هستم که 30 سال در افغانستان در قرا و قصبات خدمت مردم افغانستان کردیم. هیچ کس به نفع هیچ کس تیر نمیشه، ولی در مسائل ملی همه متفق هستند که باید کار شوه که حتما صلح بیه. بعد از صلح میشد کیلوی جرگه رو داشته باشیم و بعد از او سر مسائل قانون اساسی تا همه در او دخیل میبودن. تشکر از شما. آقای غنی همراه چند نفر از طرفدارایشان با هم یک جای ششتن تا مسائل فیصله کنیم. ممنون و سپاس از حضورتان خانم وردک و آقای حکیمی. ما پوشش زنده و مستقیم این نشست جرگه مشورتی سر را در روزهای آینده نیست با حضور مخالفین، حامیان و اعضای جرگه ادامه خواهیم داد. تشکر از شما. برنامه را با خبر باز هم مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. سفارت ایالات متحده در کابل در اعلامیه مطبوعاتی بیان داشته است که سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان با پاکستان امروز سه‌شنبه خاتمه یافت. و آقای خلیلزاد در این سفر با رهبران پاکستان به شمول وزیر خارجه و رئیس اردوی پاکستان ملاقات کرد و روی پروسه صلح افغانستان صحبت نمود. در اعلامیه آمده است که آقای خلیلزاد از نظریات عمران خان صدر اعظم پاکستان در قبال حمایت از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده و خواهان تشدید پروسه آغاز ملاقات‌های میان افغان‌ها و طالبان شد. از سوی دیگر همزمان با سفر آقای خلیلزاد به پاکستان به روز دوشنبه اردوی پاکستان اعلام کرد که من حیث بخش از تحولات در آن کشور حکومت پاکستان به زودی نظارت حدود 3000 مدرسه را که متهم به تشویق بنیادگرایی در پاکستان هستند بر عهده خواهد گرفت. کمیسیون مستقل نظارتی ایالات متحده در امور آزادی و مذاهب در جهان با نشر گزارش سالانه 16 کشور را بدترین کشورها به دلیل نقض ناگوار مداوم و بنیادی آزادی مذاهب معرفی کرده و در این گزارش افغانستان نیز در جمع کشورهای ناقض درجه 2 قرار گرفته است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید که از مقابل امارت کانگرس با ماست. آقای عزیز، کمی بیشتر در مورد جایگاه افغانستان تشریح بدیم و ای که ناقض درجه 2 به چی معناست؟ خب تشکر خانم روز. به کشورهای ناقض آزادی مذاهب بر اساس 3 عنصر درجه بندی شده اند که این 3 عنصر اولش عبارت از نقض سیستماتیک آزادی مذاهب است، عنصر دوم نقض مداوم آزادی مذاهب است و عنصر سوم البته نقض ناگوار یا تکان دهنده آزادی مذاهب است. هر کشوری که در آن عرصه عنصر وجود داشته در ردیف کشورهای درجه یک یا ناقض درجه یک قرار گرفته، در غیر آن در ردیف کشورهای ناقض درجه دو قرار داده شده اند. در ردیف یا در کشورهای درجه دو 12 کشور به شمول افغانستان شناسایی شده اند. البته در این گزارش طالبان نیز به دلیل نقض آزادی مذاهب در جمع 5 گروه شورشی نگران کننده در جهان عنوان شده اند. به همین ترتیب در جمع کشورهای درجه یک 16 کشور به حیث بدترین کشورهای ناقض آزادی مذاهب عنوان شده اند که چین در صدر فهرست قرار دارد. کمیسیون ایالات متحده در امور نظارت از آزادی مذاهب در جهان با نشر گزارش سال 2019 در مورد آزادی های مذهبی کشور چین را به دلیل رفتارش در برابر مسلمانان آیغور
به حیث بدترین ناقض آزادی مذاهب در جهان مشخص ساخته است. شکنجه تنها بر مسلمانان آیغور صورت نمی گیرد، بلکه علیه بودایی های تبت، علیه گروه فالون گانگ، علیه کلیساهای غیر رسمی و حتی کلیساهای رسمی نیز صورت می گیرد. موضوع در تمام این موارد یکی است، وانیم که هرگاه حکومت چین این را درک کند که یکی از اتباعش بجز از حکومت کمونیستان کشور به چیز دیگر احساس وفاداری پیدا کرده باشد، آنان مورد تهدید قرار می گیرند و به خاطر از بین بردن حکومت از هر وسیله ممکن کار میگیرد. این کمیسیون میگوید ایالات متحده میداند که کدام مقام های کشور چین مسئول نقض آزادی های مذهبی میباشند و اضافه میکند که واشنگتن باید از آنان نام ببرد و بر رهبران چین فشار وارد کند تا هر چه زودتر آیغورها و سایر مسلمانان را آزاد کند. به گفته این کمیسیون در سال 2018 شرایط برای آزادی های مذهبی در نایجیریا نیز بدتر شده بود و میافزاید که حکومت به سطح ملی و محلی به خشونت ها و تبعیض اجازه داده است. فکر می کنم که نایجیریا به دلایل مختلف در این فهرست قرار گرفته است، به شمول طرقی که حکومت با استفاده از آن به خشونت های اجازه داده که عاملین آن اشخاص غیر دولتی اند. در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور نظارت از آزادی های مذهبی در جهان آمده است که هدف قرار گرفتن عبادتخانه ها توسط حملات مرگبار تروریستی در سراسر جهان افزایش یافته است. ما اخیرا شاهد یک حمله دیگر بر یکی از کنیسه ها در کالیفرنیا بودیم. ما شاهد حملات بر مسلمانان هستیم، البته مسلمانان در ایالات متحده و سایر جهان. ما شاهد هدف قرار گرفتن کلیسه ها در ایالات متحده هستیم. بنابراین زمانی که در مورد آزادی مذهبی صحبت می کنیم، تنها مربوط دیگر نقاط جهان نمی شود، بلکه ایالات متحده نیز در آن شامل است. قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده می گویند که مسئولیت و حفاظت عبادتخانه ها و آزادی مذهبی در سراسر جهان یکی از موارد است که بدون در نظر داشت جناح سیاسی همه امریکاییان می توانند بر آن توافق کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. برنامه را باز هم با گزارش مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. طبق گزارش خبرنگار صدای آمریکا، در آنقره در ترکیه گروهی از جوانان افغان از مسیر ایران به ترکیه مهاجرت کرده و حال در منطقه دیار بکر گیر مانده و قادر به رسیدن به آنقره نیستند که دلیل آن ناممکن بودن تردد آنها در ترکیه و دلیل عدم داشتن اسناد قانونی اقامت است. برخی از این جوانان به دلیل شرایط بد اقتصادی در افغانستان و برخی دیگر به دلیل عدم موجودیت امنیت بعد ترکیه سفر کردند. از افغانستان اومدیم ایران به خاطر لقمنان. اومدیم ایران، از ایران اومدیم ترکیه. دیگه مجبوریم بریم ترکیه کار کنیم برای خانواده ما یه لقمنان بفرستیم. پول نداره، ما تو افغانستان نه خانه داریم، نه زندگی داریم، نه هیچی. فقط ما اومدیم، نه از دست طالبا، از دست داعش، از دست بدبختی اومدیم ایران، از ایران اومدیم ترکیه. از بغلان، ولایت بغلان آمدگی استیم، چون از دست مجبوری بیکاری در ترکیه آمدیم. می خواهیم بریم در انقره. دار روز میشه که جا خواستیم، چون پول نداریم که تیکت بریم انقره. نه بلیت میتا، نه دیگه میتا، تکسیوان میجا میریم، بلیت نمیتا در ما مردم. میگه نمیتیم، بلیت نمیتیم در شما. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا، صدای امریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. و اما در ایالات متحده، منصوبین امنیتی ایالات متحده یک نظامی سابق این کشور را به اتهام پلان‌های دهشت‌افکنی در نقاط مختلف شهر لس‌آنجلس بازداشت کردند. مارک دومینگو عضو سابق اردوی امریکا است که در افغانستان ایفای وظیفه کرده بود. این منصوب نظامی به اتهام پلان بمب‌گذاری در یک راهپیمایی برتری جویان نژادی سفید پوست در کالیفرنیا توقیف کردید. سارن والان میگویند که دومینگو ادعا کرد که او میخواست تا انتقام حملات بر مساجد در نیوزیلند را بگیرد. مقامات استخباراتی گفتند که دومینگو پلان داشت از مواد منفجره و میخا در ساخت بمب‌های خانگی برای استفاده در این حملات استفاده نماید. ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش، در یک ویدیوی تازه به نشر رسیده این گروه ظاهر شده و با حامیانش پیام داده و آنها را به انتقام گیری از شکست گروه داعش در سوریه و عراق تشویق کرده است.
در یک ویدیوی 18 دقیقه‌ای که از طریق رسانه‌ای به نام الفرقان در اینترنت به نشر رسید، مردی که ادعا می‌شود البغدادی است با اعضای نقاب پوش گروه داعش دیده می‌شود. ابوبکر البغدادی در این ویدیو سقوط آخرین محل تحت کنترل داعش در الباغوز در سوریه را تایید می‌کند و عملات دهشت‌افکنی داعش در سریلانکا را تمجید نموده است. مقامات حکومتی ایالات متحده می‌گویند که آنها نمی‌توانند به طور فوری موثق بودن این ویدیو را تایید کنند و اینکه آیا این فرد البغدادی است یا خیر. این ویدیو اگر تایید شود اولین ویدیوی البغدادی در طول 5 سال اخیر خواهد بود، در حالی که چندین بار گزارش های ناشی از مجروح شدن و حتی کشته شدن او به نشر رسیده بود. سفیر ایالات متحده در سریلانکا میگوید امریکا معتقد است که خطر دهشت‌افکنی در سریلانکا وجود دارد و ممکن فعالیت‌های مخربانه دیگری نیز جریان داشته باشد. این در حالی است که رهبران کلیسای کاتولیک در سریلانکا میخواهند که مراسم مذهبی که هفته گذشته به دلیل حملات مهلک لغو شد دوباره برگزار گردد. سفیر ایالات متحده در سریلانکا در مصاحبه اختصاصی گفت ایالات متحده معتقد است که اعضای گروه دهشت‌افکنی که عملات مرگبار عید پاک در سریلانکا را انجام دادند تا کنون دستگیر نشدند و ممکن حملات مشابه را برنامه‌ریزی کنند. نمی‌توانم در مورد تحقیقات استخباراتی خاص برای شما معلومات بدهم، اما باور دارم که هشدار ما هنوز هم پا برجاست و ما معتقد هستیم که برنامه‌ریزی مخربانه در جریان است و ما به اتباع آمریکایی هشدار دادیم و از آنها خواستیم که از رفت آمد به برخی از جاها پرهیز کنند که بیشتر ممکن مورد حملات دهشت‌افکنی قرار گیرد. سفیر ایالات متحده همچنان اضافه کرد که ایالات متحده با حکومت سریلانکا برای برقراری امنیت در آینده و همکاری با شرکای ایالات متحده در مبارزه با دهشت‌افکنی جهانی کار میکند. او هشدار داد که اعضای گروهی که حملات دهشت‌افکنی را انجام دادند تا هنوز دستگیر نشدند. دهشت‌افکنی یک پدیده جهانی است و ما با سریلانکا کار میکنیم. ما در همکاری با مقامات این کشور ما تلاش داریم تا منابع را در ارتباط با شبکه‌های جهانی در اختیار آنها بگذاریم. بار دیگر باید تاکید کنم که این کار در شراکت با سریلانکا و سایر متحدین ما صورت می‌گیرد تا بتوانیم با دهشت‌افکنی مبارزه نماییم. در میان صدراعظم سریلانکا در مصاحبه با تلویزیون چینایی از تاثیر گروه‌های دهشت‌افکنی بین‌المللی در انجام عملات مرگبار در سریلانکا اظهار نگرانی نمود. ما از دهشت‌افکنی بیگانه نیستیم، اما آنچه در کشور ما قبلا اتفاق افتاده است به خاطر تفاوت‌های سیاسی بود که در شمال یا غرب صورت گرفته بود، اما این بار حملات متفاوت است و به دهشت‌افکنی بین‌المللی ربط می‌گیرد و تمام اعمال ویرانگر به خاطر آنچه هدف مذهبی میگویند صورت گرفته است. اما واقعا این کار اسلامی نیست. این کار مردم را گمراه میکند تا حدی که بسیار نگران کننده است. بعد از بمبگذاری های روز عید پاک در سریلانکا، مقامات گفتند که نیروهای امنیتی سریلانکا امنیت شدید را در آن کشور برقرار نمودند تا از حملات احتمالی دهشت‌افکنی آینده قبل از آغاز ماه رمضان جلوگیری گردد. از سوی دیگر یکی از رهبران ارشد کلیسای کاتولیک در شهر کلمبو گفت مراسم مذهبی قرار است روز یکشنبه برگزار گردد که هفته قبل به دلیل حملات مرگبار دهشت‌افکنی لغو شده بود. کشی ارشد کلیسای سریلانکا از ممنوع قرار دادن پوشش نقاب اسلامی یا پوشانیدن چهره زنان با حجاب که از طرف رئیس جمهور آن کشور به طور اضطراری دستور داده شده است استقبال کرد. در همین حال در قریه در شرق سریلانکا کلیسای کاتولیک مراسم خاص مذهبی را برای اولین بار با حضور رهبران کاتولیک برگزار نمود که با تدابیر امنیتی شدید ترتیب یافته بود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک نشست ملی در تهران برای تجلیل از کارمندان حکومت میگوید که فشار ایالات متحده مانع صدور نفت ایران نخواهد شد و گفت که آمریکایی‌ها شاید آن خواهند بود که در طول چندین ماه آینده ایران صدور نفت خود را ادامه خواهد داد و اضافه کرد که اگر آمریکا یک دروازه را برای ایران می‌بندد 6 دروازه دیگر وجود دارد که آمریکا از آن واقف نیست. هفته گذشته ایالات متحده اعلام کرد که معافیت صدور نفت ایران را که به چند کشور به شمول هند، چین و ترکیه اعطا شده بود در ماه می تمدید نمی‌کند، ولی ترکیه و چین به این تصمیم ایالات متحده برای ختم صدور نفت ایران اعتراض کردند. رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. در ختم بخش دری برنامه این ساعت، همکارم شکیب دوست شما را در جریان محتوا در این ساعت بعدی برنامه قرار می‌دهد. آقای شکیب با سلام بفرمایید.
سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته نن موږ هم د سولې پر مشورتي جرګې ریپورټونه او مرکې لرو په امریکا کې د دسې د جوړولو له امله د یو عسکر پر نیول کېدو هم ریپورټ لرو خو اوس د مهمو خبرونو